خیلی ممنون. در خدمت آقای دکتر رمضان پور هستیم از دانشگاه شیراز. راجع به جایزه نوبلی که امسال داده شد به ما اطلاعات خواهند داد، کاری که پریزی و دوستانشون انجام دادن. خیلی ممنون. خب من فقط یه چند دقیقه این اولش دوربین رو روشن میکنم که به مشکل بر نخوریم. خیلی ممنون که این وقت رو به من دادین. راجع به این جایزه نوبل خبرش رو اگرم نشنیده بودین هم یعنی شنیدین، واسه من دیگه رو خیلی وقت نمیذارم. کاری که من میخوام کنم اینه که یکم راجع به کارهایی که این آقای پریزی تو زمینه سیستم‌های پیچیده به طور مشخص تو زمینه شیشه‌های اسپینی انجام داده یکم توضیح بدم. من اگه با اجازتون دیگه دوربین رو قطع کنم، حالا اگه لازم شد بعدا روشن که مشکلی به وجود نیاد. خب بذارین این نمایشگر رو هم فعال کنم. خب اگه توی عنوان این جایزه نوبل نگاه کنین ببینین که مثلا نوشته شده این جایزه به خاطر پیدا کردن قواعد پنهان در قواعد پنهانی که حاکم بر سیستم های پیچیده هستن. حتی این کار علمه و کار فیزیک که ما دنبال پیدا کردن همش قوانین و الگوهایی هستیم که توی طبیعت مثلا یافت میشه، ولی وقتی میرین سراغ یه سیستم پیچیده این کار یکم مشکل تر میشه. خب و غیر بدیه، یکم غیر بدیه تر میشه. حالا من این مثال شیشه های اسپینی رو از این کاری که آقای پریزی و دوستانشون از 1970 به بعد انجام دادن به عنوان یه مثال میخوام بگیرم و تا ببینیم که چطور این پیدا کردن این قواعد حاکم، این نظم پنهان بزنیم تو این سیستم های پیچیده غیر بدیل شد. خب من یه عکس اینجا از خود سایت پریزی گرفتم و دو تا از جایزه هایی که گرفته. آقای پریزی چند تا جایزه گرفته. معمولا این جایزه ها راه برای جایزه نوبل هموار میکنن. باز اینجا من یکی دو تیکش رو از این عنوان این جایزه ها گرفتم. اینکه به خاطر جواب میدان متوسط شیشه های اسپینی. حالا جلوتر میبینیم که یه جواب دقیق برای مدل های میدان متوسط شیشه های اسپینی رو میده که به نظر این نقش مهمی داشته توی دادن جایزه نوبل به آقای پریزی. و پایینی رو اگه نگاه کنین به خاطر روش رپلیکامتو، روش نسخه. حالا باز جلوتر میبینیم که این روش نسخه خیلی کاربرد داره توی سیستم های نامنظم، به شما اجازه میده که بتونین یه حرفی راجع به رفتار متوسط اینجور سیستم های نامنظم بزنید. بریم جلوتر. من این عکس رو از اسکولار سایت آقای پریزی گرفتم. فقط 5 تا کار اولش رو اینجا میبینیم. کل اینجا کار هست. همونطور که میبینیم یه تعداد جاهای مختلفی آقای پریزی کار کرده، از جمله تو زمینه ذرات بنیادی. اولین کارش تو این زمینه است و این کار چهارم. کار دوم کتابیه که تو زمینه شیشه های اسپینی نوشتن با مارک مزارد و ویراسورو بعد از اینکه اون حلای دقیقشون رو ارائه میدن. و کار آخر هم یه الگوریتمیه که باز خودشون طراحی کردن برای اینکه بتونن این سیستم های شبیه شیشه اسپینی رو مطالعه کنن، شبیه سازی کنن و بتونن خواص تعادلیش رو به دست بیارن. این کار سوم هم یه کاریه که در زمینه رشد سطح انجام دادن، این معروف به معادله KPZ که یه معادله دیفرانسیل استوکاستیکه که رشد سطح ها رو مدل میکنه. من به طور خاص میخوام راجع به این مدل های شیشه اسپینی صحبت کنم و راجع به رشد سطح یا اون کارهای دیگه تخصص من هم نیست راجع بهش صحبت کنم. این مثال شیشه اسپینی رو میگیریم تا ببینیم ما رو به کجا میرسون. مسئله شیشه های اسپینی از اوایل هولوش 1970 جدی شد، اونم به خاطر کار آزمایش های خوبی که میتونستن توی آزمایشگاه مردم روی مواد مغناطیسی نامنظم انجام بدن. شما اگه یه تعداد اتم ناخالصی مغناطیسی مثل آهن رو
پخش کنیم توی یه فلز مثل مس. بعد این برهمکنش بین اینها رو میتونیم با یه برهمکنش تبادلی غیر مستقیم مدل کنیم. من اگه اون اتم ها رو اسپینشون رو با اس آی و اس جی نشون بدم، برهمکنش های دوتایی میتونم بین اونها تصور کنم با یه کاپلینگ های. اینا برهمکنش های تبادلی مستقیمی که آدم از مکانیک کوانتوم میبینه نیست. اینا برهمکنش هاییه که به واسطه الکترون های آزاد مثلا اون فلز مس بین این دوتا دو قطبی مغناطیسی یا اسپین های اتم های آهن به وجود میاد. و حالا اتفاقی که میفته اینه که اگه دما خیلی زیاد باشه، خب آدم انتظار داره که هر کدوم از این اسپین ها، اگه فقط به درجه آزادی اسپینی نگاه کنیم، اتم اسپینی ناخالص، هر کدوم از این اسپین ها تو دماهای بالا به طور با احتمال مساوی جهت های مختلف رو بگیرن، در انچه آدم یه پارامگنت داشته باشه. ولی وقتی میان دمای پایین یه اتفاقی میفته، من اینه که این اسپین ها یه جورایی منجمد میشن، فریز میشن حول یه جهت رندوم، هر کدومشون به یه جهت، و یه افتخیزهای گرمایی کوچیک هولوش این جهتهای رندوم دارن. البته این به شرطیه که غلظت این ناخالصی ها خیلی زیاد نباشه، چون اگه غلظت این ناخالصی ها خیلی زیاد باشه، بعد اون موقع اینا میتونن مثلا برهمکنش فرومگنت یا آنتی فرو غالب میشه و شما میتونید یه فاز فرو یا آنتی فرو داشته باشه. و از اون طرف هم غلظت خیلی کم نباشه که این اتم های ناخالصی همدیگر رو حس کنن، چون اگه غلظت هم خیلی کم باشه اون موقع هر کدوم از اینا میشه یه اسپین ایزوله، بعد دیگه شما اثر دست جمعی مشاهده نمی‌کنید. تو غلظت های وسطی پس میشه همچین فازی داشت، تو دماهای بالا یه پارامگنت، تو دماهای پایین یه فازی که هر کدوم از این اسپین ها منجمد شدن حول یه جهت رندوم. مغناطیس کل صفره، بازم به خاطر اینکه هر کدوم از اینا رندوم یه جهتی رو گرفتن، مغناطیس کل صفره. میشه با آزمایش پراکندگی مثلا نوترون این خواص مغناطیسی اینا رو نگاه کرد و دید که مثلا نظم آنتی فرو هم نداره، این نه فرومگنت نه آنتی فرو تو دماهای پایین. بعد سوال اینه که خب این فاز چی؟ خب و چطور میشه این فاز رو مشخص یابی کرد؟ یه پارامتر نظمی بهش نسبت داد و بهش اینو تشخیص داد از فازهای دیگه سیستم‌های اسپین. این سوال یکم مثل این میمونه که شما از یه ماده آمورف مثل یه شیشه تصویر سمت راست که اتم‌ها به طور نامنظم سر جاشون منجمد شدن که نه مایع شیشه، نه مایع، نه بهش میتونیم بگیم یه مایع، نه بهش میتونیم یه کریستال، مثل اونجا که نه فرومگنت بود نه آنتیفر، و بعد حالا سوال کنیم که نظم این ماده بی نظم چیه؟ چطور مشخصه این فاز که شما بتونین فرق بذارین بین این و فازهای دیگه چیه؟ چطور میشه اینو کمیش کرد؟ خب این سوال اصلیه. خب چیزی که من دنبال میکنم اینه که این نظم یا پارامتر نظمی که اینا رو توضیح میده رو بتونیم بفهمیم چیه، و بعد میبینیم که چقدر این پیدا کردنش غیر بدیهیه، خیلی فرق میکنه با یه فاز فرو یا آنتی فرو. بذارید نتیجه یه آزمایش هم اینجا نشونتون بدم. آزمایش هم هولوش 1970 انجام میشد، ولی این عکسی که من اینجا گذاشتم یکم جدیدتر 1979ه، ولی اصل موضوع تو خودش داره. اگه اینجا نگاه کنین، برای یکی از اون مواد مغناطیسی نامنظم اینجا COMN منگنز داخل مس، غلظت ها رو نگاه کنین، حدود 1% 2% ناخالصی داریم. دماها حدود 10 کلوین. این محور عمودی هم پذیرفتاری مغناطیسیه، مغناطیش در واحد میدان مغناطیس. بعد اتفاقی که میفته اینه که شما وقتی دما رو کم میکنین تو این مواد، تو دماهای پایین یه اتفاق عجیبی میفته. ببینید که این دو تا مقدار مثلا اینجا داریم برای پذیرفتاری مغناطیسی میبینیم. خب این یه نشانه است، این نشانه از این که احتمالاً تو دماهای پایین سیستمتون مثلا چند تا حالت تعادلی داره که دارین دو تا مقدار پذیرفتاری اینجا مشاهده میکنید، یا اینکه سیستمتون به حالت تعادل نرسیده
زمان به تعادل رسیدنش مثلا زیاده و اجازه ندادین که به تعادل برسه، در نشید این دوتا مقدار دریافت میکنم. و حالا باز سوال اینه، همونطور که گفتم ما میدونیم که مغناطیس نداریم، اینو میتونیم باز چک کنیم تو این فاز پایین، و آنتی فرو هم نداریم. سوال اینه که این فاز چیه و چطور اینو تعریفش کنیم. خب تو این مسئله ما یه بی‌نظمی داریم، تو خیلی از سیستم‌های پیچیده بی‌نظمی نقش مهمی بازی می‌کنه، نه همه جا ولی بیشتر جا نقش مهمی بازی می‌کنه. خب یکم راجع به این بی‌نظمی صحبت کنیم. اول اینکه تو این سیستمی که من دارم این اتم‌های ناخالصی رندوم پخش شدن، و اون کاپلینگی هم که نشون دادم به اون برهمکنش تبادلی غیر مستقیم که به واسطه این الکترون‌های آزاده به این فاصله بسته و میتونه مثبت یا منفی باشه، یعنی برهمکنش ها میتونه فرو یا آنتی فرو باشه، یعنی دوتا اسپین همسایه ترجیح بدن که همجهت باشن یا خلاف جهت باشن. و یه سیستم نامنظم داریم که این نامنظمی توی اون کاپلینگ هست، و این درجات آزادی اسپینی به ازای یه نامنظم یه بی نظمی منجمد شده به حالت تعادل میرسن. یعنی شما مکان این اتم ها فیکسه و توی این بستر بی‌نظمی اون درجات آزادی اسپینی به حالت تعادل میرسن. در نتیجه اگه من خواص تعادلی این نمونه رو نگاه کنم، این به این بی‌نظمی که توی این سیستم وجود داره بستگی داره. خب برای یه سیستمی که در دمای تی در حالت تعادله، من اگه بخوام پیچیدگی‌های ترمودینامیک رو به دست بیارم، میتونم از این وزن بولتزمن استفاده کنم. این احتمال هر آرایش اسپینی رو میده که به انرژی اون بستگی داره و دما. اینجا یه اندیس جی گذاشتم که نشون میده این انرژی، حواسم هست که به این بی‌نظمی سیستم بستگی داره، اون کاپلینگ. یه ضریب به هنجارش هم اینجا هست که این معروف به تابع پارش، و شما اگه ضریب به هنجارش رو داشته باشین، تابع پارش رو داشته باشین، میتونین باهاش مثلا انرژی آزاد هلمونتس رو حساب کنین و باهاش باقی ویژگی‌های ترمودینامیکی سیستم رو دست بیارین. اینجا همشون اندیس جی دارن، یعنی حواس هم هست که اینا رو دارن به ازای یه جی یه بی‌نظمی مشخص حساب کنن. و کار سخت اینه که شما اگه بخواید خواص متوسط یه همچین سیستم هایی رو بخواید، باید نسبت به این بی‌نظمی میانگین بگیرید. مثلا اگه من مغناطیس اتم آیون رو میخوام، یه متوسط گیری گرمایی دارم نسبت به این وزن بولتزمن به ازای یه جی ثابت، و یه متوسط گیری که به اون خط بالا نشون دادم اینو دارم که معنیش اینه که متوسط گیری نسبت به این بی‌نظمی هاست، با چه احتمالی این بی‌نظمی ها اتفاق میفته. برای انرژی آزادم همینطور، سرآخر اون کمیتی که مشخصه این سیستم، این مقدار متوسط انرژی آزاد نسبت به اون بی‌نظمی ها. حالا خوبیش اینه که این انرژی آزاد یک کمیت فزونوره و من مطمئنم که این متوسطی که نسبت به بی‌نظمی ها میگیرم تقریبا تمام اطلاعات راجع به این انرژی آزاد به من میده. اینجور کمیت ها میگن کمیت های خودمیانگین. اگه تابع توزیعشون متمرکز باشه روی مقدار متوسط، اون موقع شما مقدار متوسط اون کمیت رو بدونی، مثل اینجا انرژی آزاد، تمام اطلاعات آماری راجع به اون متغیر تصادفیتون داره. خب پس باید دقت کنم که چطور میانگین میگیرم روی بی‌نظمی، و بی‌نظمی نسبتش با اون درجات آزادی که دارم تو سیستمم دارم مطالعه میکنم چه شکلیه. اینجا بی‌نظمی منجمد شده. حالا واسه اونایی که کنجکاون یا میتونن اگه شبیه‌سازی مونته کارلو انجام دادن یا میخوان بدن، میشه اینجا یه سوالی مطرح کرد. شما میتونید یه همچین سیستمی رو برین شبیه‌سازی کنید با مونته کارلو ساده، یه تعداد ناخالصی بذارین، اسپین بذارین رندوم، بعد برهمکنش بینشون هم مثلا بگیرین کوسینوس آر تقسیم بر آر سه، یه چیزی که با آر با فاصله افت پیدا میکنه و نوسان هم میکنه بسته به فاصله، و بعد بیاین یکم با این منجمد بودن یا گرم بودن این بی‌نظمی ها کار کنیم. مثلا شروع کنیم به شبیه‌سازی مونته کارلو. شما تو مونته کارلو خیلی راحت میتونین تصمیم بگیرین که با تو چه بازه زمانی مثلا مکان اتم هاتون رو آپدیت کنین، تغییر بدین. وقتی مکان رو تغییر بدین اون کاپلینگ ها رو تغییر بدین، و
و میتونین تصمیم بگیرین که تو چه بازه زمانی، تو چه مقیاس زمانی اسپین ها رو آپدیت کنین. پس توی مونته‌کارلوتون دو تا زمان دارین که یه جوری داره زمان آپدیت کردن اسپین ها و زمان آپدیت کردن مکان این اتم ها رو کنترل میکنه. و با تغییر دادن اینا میتونین از یه حدی که مثلا درجات آزادی مکانی این اتم ها، اون کاپلینگ ها خیلی سریع دارن تغییر میکنن، به طور پیوسته برین به اون حدی که این بی‌نظمی ها منجمدن، مکان ها فیکس شدن و فقط درجات آزادی دارن تغییر میکنن. و بعد میتونین چک کنین ببینین با یه مونته‌کارلو ساده ببینین چه اتفاقی میفته وقتی از حد مثلا بی‌نظمی گرم، اونجایی که مکان ها خیلی سریع آپدیت میشن نسبت به اسپین ها، میرین به اون حدی که اسپین ها خیلی سریع تر آپدیت میشن نسبت به مکان ها. یه سوال مسئله کوچولو برای دنبال کردن اگه خواست. این یکم اینجا این مقیاس های زمانی درجات آزادیتون رو باش کار میکنین و واسه تون بهتر معنیش جا میفته. خب این بی‌نظمی ها مخصوص این سیستم نیستن، کلی جاها تو سیستم های دیگه شما این بی‌نظمی ها رو میبینین. مثلا اگه یه پروتئین در نظر بگیرین، پروتئین از یه تعداد مونومرش آمینو اسید، یعنی آمینو اسید ها مثلا 20 نوع آمینو اسید مختلف میتونن توی پروتئین باشه. من اینجا مثلا توی این پروتئین آمینو اسید ها رو دو قسمت کردم، بعضیشون آبی قرمز، قرمز ها مثلا آب گریزن، آبی ها آب دوست، قرمز ها ترجیح میدن از محیط آبی دور باشه. وقتی مونومرها یا آمینو اسیدهای یه پلیمر رو یه پروتئین اینجوری مشخص میکنین، یه جورایی مثل این میمونه که اون بی‌نظمی این سیستم رو مشخص کرد، فیکسش کرد، چون از این به بعد حالا باید این پروتئین توی اون محیط فیزیکی قرار داره بره دنبال حالت با کمترین انرژیش بگرد، و این حالت با کمترین انرژی رو مثلا یا انرژی آزاد رو باید به ازای این رشته فیکس ثابت شده مونومرها طی کنه. اینجا پس این آمینو اسیدها، رشته آمینو اسید یه جوری داره نقش بی‌نظمی رو بازی میکنه و یه بی‌نظمی منجمد شده است. خب اگه برین سراغ یه مثال اجتماعی مثل مثلا رأی دادن، فرض کنین که قرار رأی بدیم به آبی یا قرمز، و فرض کنیم که تو این رأی دادن هم رابطه های دوستی مهمه، نقش بازی میکنه، و این رابطه های دوستی هم تو اون بازه زمانی انتخابات تغییر نمیکنه. اون موقع این ساختار این شبکه است که طبیعتاً هم نامنظمه، نقش بازی میکنه توی این مسئله رأی دادن، و این ساختار نامنظم نقش اون بی‌نظمی منجمد شد، این از یه کوینچی که تو بالا داشتیم و اینجا بازی میکنه. اگه همین کار رو برای این بر سمت راست مثلا آدمایی که دارن حرکت میکنن بیان، اونایی که نزدیک به همون رو با همدیگه وصل کنین، یک گراف درست کنین و با زمان دنبال کنین، میبینین که این گراف خیلی سریع تغییر میکنه. مثلا اگه بخواین حالا فرایند انتشار یه شایعه مریضی رو اینجا نگاه کنین، اون موقع این ساختار گراف اون مدت زمانی که داره تغییر میکنه و تغییراتش مهمه تو فرایندی که شما دارین مطالعه میکنه. این اینجا میشه یه جور بی‌نظمی گرم، و با اون بی‌نظمی کوینچی که مثلا و منجمد شده که سمت چپ گفتم متفاوته. من میخواستم برم صفحه بعد، نمیدونم چی رو زدم یا الان صدا منو دارین؟ بله بله صدای شما رو دارین. شما هم چیزی نمیبینی اینجا؟ من میبینم صفحه شما رو، همین افراد که روی پس نرفته ولی به صفحه بعدی نه؟ پس من چیزی نمیبینم، صفحه من داره اینجوری. میخوان یه بار چیز کنید ببندید دوباره؟ آره یه بار بزنیم کار بدگیر کرده، یه بار دیگه بزنیم. اومد. نمیدونم چرا برای من نمیاد. من الان این صفحه که این عکس سه نفر هست رو دارم میبینم.
آره ولی من خودم نمیبینم. آه خب الان میبینم الان. آره صفحه 8. آره خب حالا این بی نظمی بذاریم این محاسم بیارم. این بی نظمی تو این مسئله شیشای اسپینی نقش مهم بازی میکنه، اونم از اینجاست که میتونه منجر به ناکامی بشه. ناکامی به این معنی که شما مثلا این چهار تا اسپین رو در نظر بگیرین، فرض کنین این علامت مثبتی که گذاشتم یعنی برهم کنیش فررو، علامت منفی که گذاشتم یعنی آنتی فررو، و اسپینا ترجیح میدن مخالف جهت هم دیگه باشه. شما اگه یه همچین آرایشی از کاپلینگا داشته باشین، راحتی میبینین که اگه مثلا این اسپین رو بذارین بالا، این دوتا هم باید بالا باشن تا انرژی کم بشه، این یکی میمونه که باید همجهت با این اسپین باشه تا این قید رو برآورده کنه، یا خلاف جهت این اسپین پایینی باشه تا این انرژیش اینجا کم کنه. به اینا میگن ناکامی. اگه شما جدول حل کرده باشین حس خوبی از این ناکامی دارین. اگه جدولتون به اندازه کافی بزرگ و پیچیده باشه، از یه جایی شروع میکنین به سطح و ستونها رو پر کردن، به طور موضعی حل میکنین خوشحال، بعد به یه جایی میرسین که گیر میکنین به یه بنبست میخورین، دیگه نمیتونین اونجا رو خالی رو پر کنین. اون ناکامیه که داره اونجا اتفاق میفته. مسائل سیستمای اجتماعی پر از این ناکامی هست. هر جایی که شما باید تصمیم بگیرین و بعد معمولا تو این تصمیم گیری ها جوریه که شما نمیتونین تمام قیدهایی که هست رو برآورده کنین، یه جور ناکامیه. میخواین یه مهمونی بگیرین، دوتا دوستتون رو میخواین دعوت کنین، این دوتا هم با هم دیگه دشمنه هر دوتاشون رو دعوت کنین مهمونیتون به هم میخوره، یکی رو دعوت کنین اونو دعوت نکنین ناراحت میشه، هر دوتاشون رو دعوت نکنین خب اصلا خوب نیست. ولی زیاد جدی نه، ولی پر از مسائل اجتماعی پر از این ناکامیایی که اینجوری میتونه اتفاق بیفته. حالا کاری که این ناکامی ها میکنن توی مسئله ها اینه که باعث میشن سیستمتون یه تعداد زیادی حالت های شبه تعادلی، مینیمم های موضعی، حالت های تعادلی داشته باشه. و این تعداد زیاد حالت های شبه تعادلی و تعادلی کار رو برای به تعادل رسیدن سیستمتون سخت میکنه و باعث میشه رفتارهای عجیب غریبی از خودش نشون بده، مثل اون چیزایی که توی آزمایشگاه پذیرفتاری، توی آزمایش پذیرفتاری مغناطیسی دیدیم. خب این لندسکیپ های انرژی اینجوری پیچیده با یه تعداد زیادی حالت شبه تعادلی پایداری باز یکی از اون ویژگی های سیستم های پیچیده است در کنار اون بی‌نظمی ها. خب این شاید مهمتر از بی‌نظمی باشه. تو بعضی از سیستم های پیچیده شما بی‌نظمی نداشته باشین، ولی این ناکامی و این تعداد زیاد حالت های شبه تعادلی و این لندسکیپ انرژی پیچیده رو داشته باشه. خب اگه بیام جلوتر، اینجا من این شکلی گذاشتم که نشون میده که شما ناکامی رو برای ناکامی لزوما نیازی به بی‌نظمی نداری. این میگن یه ناکامی هندسی. من اینجا سعی کردم یه تعداد کره سخت رو توی یه دایره ای بذارم. بیشترین تعداد کره های سختی که میتونم و توی یه دایره مشخص فیکس از اینجا نباید، از این سطح نباید بزنن بیرون قرار بدم و تا حد امکان این تعداد ماکسیموم کنم. اینو هم با یه الگوریتم موضعی انجام میدم. بعد اتفاقی که میفته اینه، اگه تعداد این کره ها کم باشه میبینین که من خیلی راحت میتونم یه آرایش خوب پیدا کنم که نسبتا متقارنم هست و بیشترین چگالی رو هم داره. یکم تعداد بیشتر میکنم، باز هم میتونم اینجا مثلا فکر میکنم حدود 80 خورده ای کره دارم یا دیسک دارم اینجا تو دو، باز هم میتونم با اون الگوریتم موضعی این کار رو انجام بدم. به این تقارن ها دقت کنین، نگاه کنین چجوری تقارن های به این قشنگی سر و کله شون داره پیدا میشه صرفا با یه قید. یعنی من قید گذاشتم که چگالی رو ماکسیموم کنم توی این سطح داره، همین که دارم این قید رو میخوام اعمال کنم سر و کله این آرایش های قشنگ و متقارن پیدا میشه. خب این نشون میده که برای به وجود آوردن یه همچین ساختارهایی خیلی نیاز به چیزای عجیب غریبی نداریم. خب ولی یکم که تعداد اینا رو بیشتر میکنین، اون الگوریتم موضعی که من دارم استفاده میکنم دیگه ناکام میمونه تو پیدا کردن یه آرایش خوب.
می‌بینید به طور موضعی سعی می‌کنه تو دو بعد این شبکه مثلثی بیشترین چگالی رو داره، این سعی می‌کنه داره به طور موضعی جاهای شبکه‌های مثلثی درست می‌کنه، ولی نمی‌تونه اینا رو به هم دیگه مچ کنه به طور سرتاسری، به طور سرتاسری نمی‌تونه اینا رو به هم دیگه جور کنه و یه آرایش خوب به دست بیاره، اون آرایش بهینه رو به دست بیاره. این میگم یه ناکامی هندسی. اینجا بی‌نظمی ندارم اصلا، تو مثلا از اول بی‌نظمی نداشتم، یه تعداد کوره رو بعد چگالیشون رو زیاد میکردم توی سطح مشخص، ولی باز دوباره سر و کله یه ناکامی پیدا میشه. خب این اینا رو میگیم ناکامی هندسی. و این یه مثال از اینه که شما نیازی ندارین حتما بی‌نظمی توی مسئلتون داشته باشین تا یه تعداد زیادی حالت شبه تعادلی و تعادلی سر و کلهشون پیدا بشه یا ناکامی داشته باشین. از این شکل رو من خودم به دست آوردم، چون خودم به دست آوردم یه حس خوبی نسبت بهشون دارم. آدم وقتی یه عکس همینجوری میگیره میذاره خیلی فرق میکنه با اینکه یه کاری رو خودش انجام داده باشه و این شکل رو به دست آورده، موقع یه حس بهتری نسبت بشه. خب بیاییم حالا ببینیم با اون مدلی که هامیلتونی که درست کردین برای شیشه های اسپینی، اگه بخوایم فاز دمای پایین رو مشخص در کنیم چی میتونیم بگیم؟ شاید ساده ترین راه این باشه که بیاییم یه مدل میدان متوسط بگیم، چون ما تجربه خوبی با این مدل های میدان متوسط داریم، میدونیم که دقیق میتونیم حلشون کنیم و در نتیجه اگه بتونیم یه حل دقیق از این شیشه های اسپینی به دست بیاریم تو دمای پایین، خب میفهمیم که اون فاز دمای پایین چیه. خب اینجا من یه یادآوری از یه فرومگنت معمولی آوردم. اینجا تمام اسپین ها با هم دیگه برهم کنش، وقتی میگم مدل میدان متوسط یعنی همه اسپین ها دارن با هم دیگه برهم کنش میکنن، جی هم مثبت بگیرین، هیچ بی‌نظمی اینجا وجود نداره، این یک انوم هم اینجا هست برای اینکه انرژی رو فوتون بر کنه. ما اینو میتونیم تو تقریب میدان متوسط دقیق حلش کنیم و مثلا مغناطیس رو به دست بیاریم بسته به کاپلینگ و دما. حالا یه اتفاق اینجا میفته، طبیعتا اگه شما تو دمای بالا باشین یه فاز پارا دارین که مغناطیس صرف و مینیمم انرژی آزادتونه، دما رو که میارین پایین سر و کله دو تا حالت تعادلی پیدا میشه، یکی برای مغناطیس مثبت یکی برای مغناطیس منفی. این دوتا حالت تعادلی هر کدومشون اون تقارنی که قبلا نمیز بینید توی هامیلتونی بالا شما میتونید همه اسپینا رو منفی کنید، یه تقارن اسپین فلیپ دارید، همه اسپینا رو میتونید منفی کنید و انرژی عوض نمیشه. این حالت های تعادلی دمای پایین این تقارن رو میشکنن، یعنی وقتی سیستمتون مثلا توی این حالت تعادلی با مغناطیس مثبت گیر میفته چه دیگه مغناطیس مثبت دیگه، اون مغناطیس منفی رو نداره. این میگن شکست تقارن. اینجا هم تقارنی که داره میشکنه این تقارن اسپین فلیپ، منفی کردن همه اسپین. خب تا اینجا یه همچین تجربه داریم. بریم ببینیم اگه اون مدل شیشه اسپینی رو من یه مدل میدان متوسط ازش درست کنم چی میتونم بگم. هامیلتونی من اینه، دوباره همه اسپین ها اینجا با همدیگه برهم کنش میکنن، اینجا جی آی جی ها فقط رندوم هن، میتونن با احتمال مساوی مثبت منفی باشه. باز دوباره یه رادیکال ان دارم که انرژی فوزون بر باشه. میتونم بیام انرژی آزاد رو شروع کنم ازش میانگین گرفتن نسبت به بی‌نظمی، اگه میخوام راجع به رفتار میانگین این سیستم حرف بزنم. خب اینجا بعد از LNZ نسبت به بی‌نظمی ها مشتق بگیرین، یه کلکی آدم ها استفاده میکنن اینجا سابقه هم داره، این معروفه به کلک رپلیکا، کلک نسخه. کاری که میکنن این میان LNZ رو می‌نویسن حد n به سمت صفر ضرب توان n. وقتی ضرب توان n داری تابع پارش سیستم به توان n، حالا میشه ازش راحت میانگین گرفت. خب این n نقش نسخه ها رو بازی میکنه و طبیعتا آدم ها اول فرض میکنن که این n یه عدد صحیحه، باهاش این حساب کتاب ها رو انجام میدن، آخر سر n رو میل میدن به سمت صفر تا این LNZ تصویش در بیاد. خب سر و کله رپلیکا ها از اینجا پیدا میشه و بعد تو این حساب کتاب ها آدم میبینه که یه پارامتری اینجا داره، یه کمیتی داره نقش پارامتر نظم رو بازی میکنه و اون کمیت همپوشانی، بخش من اینجا باید اسم میذاشتم سیگما میذاشتم، همپوشانی این نسخه هاست، یعنی نسخه A با نسخه B که اینجا من تعریف کردم انتا از اونا رو میتونم برایشون یه همپوشانی تعریف کنم، ببینم چقدر به همدیگه نزدیکن. با این میشه یه ماتریس تعریف کرد، ماتریس QAB، یه ماتریس N در N از اون نسخه ها. بعد این نقش پارامتر نظم رو بازی میکنه. خب این پارامتر نظم از دل این محاسبه در اومد،
اما چیزی نبود که از همون اول من بتونم تعریفش کنم، صرفا با دیدن اینها میتونم. و بعد خب آدم میگه که این نسخه هایی که من تعریف کردم نباید با هم دیگه فرقی داشته باشن دیگه، در نتیجه باید تمام این همپوشانی ها با هم دیگه به ازای ای بی های مختلف یکی باشه. به این میگن توارن نسخه، اگه این فرض کنه. خب طبیعی این فرض طبیعی هم هست دیگه. و با این میان یکم حساب کتاب انجام میدن. بعد خب میشه دید که تو دماهای بالا دوباره شما پارا دارین، دماهای پایین یه لندسکیپ پیچیده دارین. معمولا تو این دماها سیستم گیر میفته توی یه تعداد متناهی حالت تعادلی. خب و این نسخه ها هم میتونین به عنوان این مینیمم ها، حالت های تعادلی این سیستم بگیرین، یه جوری نماینده این حالت ها. دارم با من دارم از این ماوس استفاده میکنم، امیدوارم که ببینین. اگه من خودم چون میبینم فکر میکنم شما این ماوس رو ببینینش. یه بار دیگه تکون بدید آقای دکتر، من یه لحظه ندیدم. الان نمیبینین ماوس رو؟ نه بوده یه گفت قد شد وسطش بزنه. یه بار دیگه بزنین روش بزنم. الان چی؟ آه اومد آه خب بکنم از رنج چیز خارج میشه. خب پس یه فرض طبیعی اینه که نسخه ها شبیه هم دیگه باشن دیگه. بیم میگیم تقارن نسخه. ولی یه مشکلی پیدا میکنه، اینم اینه که اگه من با این تقارن نسخه برم جلو، بعد تو دماهای پایین یه انتروپی به دست میارم که منفی میشه و خب انتروپی هم باید مثبت باشه، یه جای کار میلنگ. اینجاست کار مهم پاریزی اینجا وارد میشه. تو مقاله‌ای که 1979 تا 80 خورده می‌نویسه، این تقارن، شکست تقارن رو وارد می‌کنه. دقت کنین که چجوری تقارن این پارامتر نظم سر و کلش پیدا شد و یه تقارنی که از دل محاسبات در اومد و حالا باید این تقارن رو بشکنیم. این تقارن رو بشکنیم تا یه حالت پایدار تو دمای پایین به دست بیاریم. کاری هم که برای شکست تقارن میکنه اینه، این پیشنهاد های پاریزیه. میگم ماتریس N در N که داشتیم از همپوشانی نسخه ها، اگه من فرض کنم تقارن نسخه دارم، این معنیش اینه که تمام نسخه ها این نقاط قرمز پایین هم بگیرین نسخه ها یا حالت های تعادلی سیستم. اگه فرض کنم تقارن نسخه دارم، یعنی همشون یه همپوشانی دارم. بیام اینو تقارنم و این گروه تقارنیم رو بشکنم به زیرگروه های کوچیک‌تر، طوری که تو هر کدوم از این زیرگروه‌ها تقارن داشته باشم، ولی بین این زیرگروه‌ها این همپوشانی‌ها فرق کنه. تقارن رو اینجوری بشکنیم. اگه یه بار این کارو کنیم، مثلا اینجا یه تعداد داشته باشیم که همپوشانیش یه تعداد نسخه یا حالت تعادلی داشته باشیم که همپوشانیشون Q1ه و اینجا هم همینطور، ولی بین اینها با همدیگه همپوشانیشون Q0ه، بهش میگن یک بار تقارن نسخه رو شکستیم. میشه این کارو دو بار انجام داد. باز همین گروه رو تقسیمش کرد به گروه های دیگه که بین خودشون همپوشانی مثلا Q2ه، ولی بین این دوتا همپوشانی Q1 و بین اینجا و اینجا Q0. هرچی پایین‌تر هم میریم همپوشانی ها بیشتر میشن. بین میگن دو بار تقارن نسخه رو شکستیم. کاری که پریزی کرد این بود که برای اینکه جواب اون مدل میدان میانگین رو یه جواب پایدار تو دماهای پایین به دست بیاره، مجبور بود این تقارن رو بی‌نهایت بار بشکنه. یعنی اینو باید بی‌نهایت بار بریم پایین. خب یه چیزایی داره اینجا، داشتم میگفتم که اگه با تقارن نسخه شروع کنین، معنیش اینه که تمام اون همپوشانی ها رو Q0 میگیرین. شما حالا اون تقارن نسخه رو، اون گروه تقارنی رو میتونین بشکنین به زیرگروه های کوچیکتر که تو هر کدوم از این زیرگروه های کوچیک هنوز تقارن داشته باشین ولی تو مقیاس بالاتر نداشته باشه. اگه یه بار این کار رو کنین، بهش میگن یه بار تقارن نسخه رو شکستیم. یک بار معنیش اینه که من نسخه هامو یا حالتهای تعادلیمو تقسیم کردم به زیرگروه های کوچیکتر که تو هر کدومشون همپوشانی مثلا Q1ه، ولی بین این حالتهای تعادلی و این حالتهای تعادلی همپوشانی کوچیکتره و Q0. پاریزی برای اینکه یه حالت، یه جواب پایدار تو دماهای پایین برای اون مدل میدان متوسط شیشه های اسپینی به دست بیاره، مجبور بود بی نهایت بار این تقارن رو بشکنه. حالا اینجا یه تم ثابت سیستم های پیچیده دیگه دوباره داره خودش نشون میده. این هم این ساختار سلسله مراتبیه.
ما بی‌نظمی رو دیدیم، ناکامی رو دیدیم، اون لندسکیپ پیچیده، و اینجا داریم باز این ساختار سلسله مراتبی که معمولا تو سیستم‌های پیچیده جوری خودشون نشون میده سر و کله‌اش توی شیشه‌های اسپینی پیدا میشه. و جدا از این دقت کنین که این ساختار سلسله مراتبی از دل یه هامیلتونی اومد اینجا که اصلا توش چی نیست، غیر از این تقارن این که همه اسپینا رو فلیپ کنین، آدم تو اینجا به هامیلتونی نگاه کنه هیچی نمیبینه، ولی وقتی شروع میکنین از دلش یه همچین پارامتر نظم پیچیده‌ای و یه همچین ساختار سلسله مراتبی در میاد. خب و یه فرق مهمه تا اینجا ما یه جورایی حالت این فاز شیشه اسپینی دمای پایین رو مشخص کردیم با این پارامتر نظم و این ساختار سلسله مراتبی که شما اگه اون QAB ها همپوشانی بین حالت‌های تعادلی که سیستم تو دماهای پایین میتونه به خودش بگیره اینو داشته باشین، معنیش اینه که پارامتر نظم سیستمتون داره و با این میتونین حتی بین فازهای شیشه‌ای مختلف فرق بذارین، چون فازهای شیشه‌ای مختلف فرقشون توی این QAB هاییه که همپوشانی هایی که بین حالت‌های تعادلیشون نشون میدن، خب و اونا رو هم میتونین از همدیگه تمیز بدین. خب و چیزی که میخواستم بگم اینه که شما یه رفتار جهان شمول شیشه اسپینی اینجا سر کلهش پیدا میشه، به این معنی که ببینید اینجا من یه سیستم اسپینی داشتم که تو دماهای پایین میرفت حالتهای توی تعداد حالت تعادلی با انرژی کم گیر میافتن، از یه دمایی به بعد دیگه انتروپی صفر میشه توی همچین سیستم های. و این رفتار رو تقریبا جهان شموله برای یه طیف زیادی از سیستم های نامنظم که احتمال انرژی هایی که میگیرن، انرژی های کمی که میگیرن یه ویژگی های کلی داره، شما این رفتار رو تو اونا مشاهده میکنید، یعنی مختص سیستم های شیشه اسپینی نیست. و تنها یه سری جزئیاتی مثلا اینکه این کیو ها چطور تو این ساختار سلسله مراتبی دقیقا تغییر میکنن حالا به جزئیات مسئلتون میتونه بستگی داشته باشه. پس اینجا من یه کلاس جهان شمولی شیشه اسپینی هم دارم که انتظار دارم توی تعداد زیادی از سیستم‌های نامنظم که ناکامی دارن تو دماهای پایین این ویژگی‌ها رو رفتارها رو مشاهده کنم. خب من ساعت 6 یه چند تا اسلاید دیگه دارم، ولی به نظر باز این سیستم من داره کند کار میکنه، اسلایدمو نمیاره. نمیدونیم با این مشکل اینترنت چیکار باید کرد. خب من هنوز اسلایدمو ندیدم. بزنیم صدامو که داری؟ من کلن باز قطع نشدم که اینو ببندم یه بار دیگه، اسلایدمو نمیاره. من اون پیغامی که میخواستم برسونم و تا همینجا گفتم، واسه اینکه زیاد خستتون نکنم چند تا مثال دیگه هم هست که مثاله، ولی اگه احساس میکنین وقت کمه میخواین همینجا من با این اسلاید تموم کنم. فقط اینجا بگم که این چیزی که من اینجا گفتم تو چارچوب روش رپلیکا بود، رپلیکا متد بود، روش نسخه، و شما میتونین از این استفاده کنین و خواص میانگین سیستم های نامنظم رو به دست بدید. میشه یه تعبیر احتمالاتی داره این روش نسخه که دیگه مجبور نیستیم با نسخه کار کنین، با تابع توزیع احتمال و اینا میشه یه چیزایی رو حساب کرد. این دوتا معادله، فقط تعبیرها فرق میکنه. و خوبی این روش معادل که معروف به روش کویتی اینه که به شما اجازه میده بتونین توی این سیستم‌های نامنظم، توی این سیستم‌های پیچیده یه تعبیر الگوریتمی داشته باشین و بتونین به عنوان یه الگوریتم از این استفاده کنین و مثلا حالت‌های باینری کم، حالت‌های پایه سیستم رو پیدا کنین. به طور مختصر اگه بخوام این روش کویتی رو توضیح بدم، شما می‌دونین اگه
توی سیستم اسپینی بخواین همون تقریب میدان متوسط رو بنویسین که یه بار من این رابطهشون نوشتم، یکم بخوام اون رو دقیق‌ترش کنم، این معرفه به تقریب بته. من میدان مقدار متوسط اسپین آی رو رد میدم به مقدار متوسط اسپین های همسایش، ولی تو تقریب میدان متوسط ساده اینجا امجی میذاشتیم، میدان مقدار متوسط اسپین جی. تو تقریب بته به جای امجی میذارم مقدار متوسط اسپین جی در غیاب آی، یعنی یه کویتی یه حفره اینجا درست میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم اسپین جی در غیاب آی وقتی یه حفره اینجا داریم چه مغناطیسی داره. این مغناطیسه که نقش یه میدان خارجی رو بازی میکنه برای اسپین آی، و این مغناطیس های کویتی که از همسایه های آی فرستاده میشن. این فرقش با تقریب میدان متوسط معمولی. و دوباره هر کدوم از این میدان های کویتی رو بخواید حساب کنین، ام آی جی، واسه اینکه ببینین آی در غیاب جی چه مغناطیسی داره، بعد نگاه کنین به همسایه های غیر از جی آی، اینجا کی ها، و باز بذارین من اشاره گرم رو فکر کنم فعال نکرده بودم، بعد نگاه کنین به همسایه های آی غیر از جی، نگاه کنین ببینین اونها چه میدانی رو میفرستن، چه پیغامی میفرستن به سمت آی در غیاب آی، این ام کی آی ها. و از این طریق این معادلات رو میشه حالا با روش تکرار حل، اینا معروفن به معادلات بته. یه تقریب بهتر از تقریب میدان متوسطه. و خوبیش هم اینه که به شما یه الگوریتم میده، یه الگوریتم میده که شما میتونین با رد و بدل کردن این پیغام ها، حالا اینجا این میدانه مغناطیسی کویتی، یه حرفی راجع به خواص تعادلی سیستمتون بزنین توی دمای دلخواه، و این دما رو اگه ببرین پایین به سمت صفر میل بدین، میتونین یه حرف راجع به حالت پایه سیستم بزنین. این لینک بین اون روش رپلیکاس و اون چیزایی که اونجا به دست آوردیم و مسائل بهینه سازی، یعنی از اینجا به بعد حالا با این میتونیم الگوریتم هایی طراحی کنیم که تو مسائل بهینه سازی اون مفاهیمی که بالا گفتیم و ازش استفاده کنیم و حرفی راجع به حالت های پایه مسائل بهینه سازی مختلف بزنیم. خب من ترجیح میدم برای اینکه زیاد خستتون نکنم همینجا وایستم، اگه سوالی باشه اسلاید های دیگه من یه چند تا مثال هن، حالا اگه سوالی باشه میرم سراغ اونا، چون میترسم خیلی خسته بشین و دیگه سوال نپرسین. خب من در خدمت هم. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. دوستان اگر سوالی دارن اون علامت دست رو میتونن بزنن من متوجه میشم. بفرمایید. سلام علیکم، صدای من میاد؟ خسته نباشید. ببخشید یه سوال خدمت داشتم. شما میگه سیستم های پیچیده، سیستم هایی که آماری و استوکاستیک و بی‌نظمی دارن، اینا چجوری میشه گفت پیچیده؟ پیچیده یه وقتی میگن که نظمی باشه و یه دهم تنیدگی و جبری باشه. اینو چرا شما میگین چیز سیستم های پیچیده؟ ممنون میشم. آه مرسی. خب حقیقتش اون بی‌نظمی که من گفتم، بعدش هم گفتم خیلی لازم نیست حقیقتش. اینجا حالا توی این مثال شیشه اسپینی داره نقش مهمی تو ایجاد کردن ناکامی بازی میکنه، ولی حقیقتش همونطور گفتم مثلا تو مسئله چیدن کره های سخت شما اونجا بی‌نظمی ندارید. یعنی تو آنتروپی ما نظم داریم توی آنتروپی؟ نه بذاری منظورم از نظم اینه که، یا وقتی میگیم پارامتر نظم، حتما یه چیزی مثل این نیست که شما یه کریستال یه چیز منظم داشته باشین. من به هر کمیتی که بتونه اون فاز منو، اون فاز ماکروسکوپی سیستمم تشخیص بده از فازهای دیگه، بهش میگم یه پارامتر نظم. شاید این اسم نظمی اینجا گولزننده است. خب لزوما به این معنی نگیرین که شما حتما یه نظمی مثل ساختار کریستالی دارید. خب اینجا این همپوشانی بین این حالت‌های تعادلی داره نقش پارامتر نظم رو بازی می‌کنه. این معنیش اینه که این منظمه. یعنی برای این بی‌نظمی‌ها یه نظمی وجود داره. آره مرسی. آره. و شما حالا با این کمیت
که یه پارامتر نظمی پیچیده است میتونید این فازا رو از هم دیگه داره. یه چیزی که می‌خواستم بگم یادم رفت اینه که شما معمولا وقتی یه پارامتر نظم دارین این تابعی از حالت میکروسکوپی سیستمتونه. مثلا مغناطیس شما اسپینر رو داشته باشین مغناطیسو دارین. این از اون مثال‌هاییه که شما یه پارامتر نظم دارین که یه تابعی از حالت میکروسکوپی سیستم نیست. بلکه داره بهتون میگه این QAB داره بهتون میگه که حالت‌های تعادلی مختلف که این سیستم میتونه داشته باشه چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن. یعنی این دیگه یه تابع حالت نیست. یکی از فرقای اساسی این پارامتر نظم با شاید پارامتر نظمایی باشه که دیدیم یا می‌بینیم که داره راجع به حالت‌های مختلف حالت‌های تعادلی مختلف سیستم حرف می‌زنه و تابعی از یه حالت میکروسکوپی نیست. ممنون. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. جناب هاشمی بفرمایید. باز کردم بلند رو. بفهمید. صدا هست؟ بله بفهمید. سلام علیک، خسته نباشی نه دکتر، وقتتون بخیر. ممنون، مرسی. زنده باش. آه دکتر یک سوال داشتم برای یه اینجور سیستم های اسپینگلرز. ما چجوری میتونیم انرژی حالت پایه سیستم رو با توجه به این رندوم بودن اسپینا به حدس بزنیم؟ یعنی این برای من اون سواله که ما بتونیم از روش بقیه پارامترها رو به دست بیاریم. خب نمیشه حدس زد. قسمت سخت مسئله همینجاست. یعنی شما اگه مثلا توی یه فرومگنت یا انتی فرو با صرفا نگاه کردن به هامیلتونی میتونین بگین که حالت پایه سیستم چیه. اینجا یا کنین توی این هامیلتونی که من اینجا نوشتم به خاطر این بی‌نظمی که اینجا دارین به شما حالت پایه رو نمیدونین. حقیقتش پیدا کردن حالت پایه یه همچین سیستمی همین هامیلتونی ساده‌ای که من اینجا نوشتم یکی از مسائل سخت محاسباتیه. دقیقترش مسئله انتی کامپلیت. در نتیجه ما چیزی راجع به حالت پایه این سیستم نمیدونیم. خب میتونیم از الگوریتم های استفاده کنیم که تقریبا مونته کارلو سیمولیتد انیلینگ یا الگوریتم های دیگه‌ای که طراحی شده که کار میکنه توی بهتر کار میکنه توی این سیستم ها استفاده کنیم و یه تقریب خوبی از حالت پایه اینا به دست بیاریم. ولی از قبل چیزی نمیدونیم و پیدا کردن اینا یه مسئله سخت. بله ممنون استاد، دستتون درد نکنه. بله ما چند سالی بود صدای شما رو هم نشنیده بود. زنده باشی. سلام. سوال اگر دیگر دوستان سوال داره. اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. اگر میشه یه بار دیگه علامت دست رو بزنید. یه لحظه رفت. یه بار دیگه ببخش من رو بلنگو میباید بزن. بفهم. خسته نباشید دوباره. یه سوالی خیلی داشتم ممکن است مربوط نباشه ولی یه سوالی میخوام ببینم که علت که آمورفا و شیشه ها شفاف هستن چیه؟ علتش چیه؟ علتی که شفاف هستن اینه که نور رو از خودشون، نور مردی رو از خودشون عبور میدن. نه من ببینید شفافیت و اینا توی محدوده فرکانسی خب بستگی داره به اون ساختار این مواد، ساختار کریستالیشون، ساختار الکترونیکیشون، خب الکترونیشون و اینجور چیزا. اینا همینجوری نمیشه گفت. ولی بزنید یه چیزی که ربط داره به این شیشه های اسپینی، از اینجا میشه راجع به شیشه ها گفت، اینو بگم که معمولا توی
طیف ارتعاشی اینجور مواد یه پیک روی فرکانس های کم دیده میشه. خب و یعنی اگه طیف ارتعاشی مثلا این مواد آمورف رو نگاه کنی توی فرکانس های کم یه پیک از خودش نشون میده. جور مختلف این پیک رو میشه تعبیر کرد. یکیش یه شاید تعبیر ساده ازش این درجات آزادی موضعی اینجا مثلا اگه این شکل رو نگاه کنی بعضی از این کره ها هنوز شما میتونین با وجود همون چگالی ماکسیمومی که مثلا مقید کردیم برای سیستم به طور موضعی حرکتشون بدین. یعنی یه درجات آزادی هستن به طور موضعی که میتونن اینا تغییر کنن، راحت تغییر کنن بدون اینکه چیز رو عوض کنن. خب اینا میگن اون درجات آزادی نرم یا مودهای نرم این سیستم. و از اینا زیاد اتفاق میفته توی این مواد بیشکل. حالا این شاید این شکلی که من اینجا گذاشتم خیلی نماینده اونا نباشه. از اینا زیاد اتفاق میفته. این با این میشه اون پیک ها رو توضیح داد. ولی راجع به شفافیت میگم دیگه این باید نگاه کنیم به خواص اپتیکی اون مادت. خیلی ممنون. خواهش کنم. سوال دیگه اگر دوستان داره. خب ظاهراً سوالی نیست. من مجدد تشکر میکنم از آقای دکتر رمضان‌پور. لطف کردن وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. ممنون. خیلی ممنون. لطف کردی. خواهش میکنم. خداحافظ شما. خیلی ممنون. قربان شما. خداحافظ شما.